درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امروز دوشنبه نهم آبان ماه و شاخص کل 1.2، شاخص کل هموز 1.3% رشد داشتن، شاخص فرابورس و صنعت هم بالای 1% صعود کردن. میتونیم بگیم که تقریبا بعد از حدود دو ماه انتظار ما کندل خوبی را تقریبا امروز هم در شاخص کل و در هم در شاخص کل هموز با همدیگه مشاهده کردیم. آخرین باری که ما یه کندل اینقدری داشتیم برای شاخص کل بیشتر از دو ماه میشه. اندازه‌ش رو ببینید، تقریبا اندازه یه کندلی هستش که 22 مرداد مشاهده کرده بودیم. البته بعد از اون کندل ما به خاطر اینکه تقریبا یه مقدار بالا بود، اون سقوط را و ریزش را باز تجربه کردیم. این بار امیدوارم که صعود را تجربه بکنیم و مانند کندل هایی بشود که اینجاها داشتیم، یعنی تو برج 12 ما کندل های سبز خوبی را داشتیم و بعدش صعود را دیدیم. در شاخص کل هموز هم تقریبا یه همچین کندلی را ما دیگه آخرین بار توی برج ابتدای بود 1.6 داشتیم دیگه با این اندازه، و خیلی وقتی بود از اندازه اینقدری تو کندل خبری نبود. نقشه هم که میبینید تقریبا نقشه خیلی خوبی هستش، به غیر از دو سه مورد قرمزی که توی نقشه دیده میشه که چند تا توی قضایی ها هستند. اینجا یه دونه اینجا داریم و دیگه قرمز آنچنانی دیده نمیشه، به جاش سبز خیلی داریم. گروه خودرویی امروز خیلی خوب عمل کرده، پتروشیمی همینجور، فلزات اساسی، فراورده های نفتی، گروه های پیشتازی بودن که تونستن دست نمادهای کوچک رو هم بگیرن و به دنبال حرکت بزرگان بورس که از دیروز آغاز شده بود، امروز میبینیم که نمادهای کوچکتر هم توی تمام گروه ها یه جورایی سبز شدن و تو هر گروهی شاید یکی دو مورد قرمز و یا خاکستری داره مشاهده میشه و اغلبشون سبز هستن. اینها در حالیه که هنوز ما ارزش معاملاتمون بالا نیومده، از این نظر متاسفانه هنوز رشد چندانی نداشتیم، هنوز در کانال 2000ایم، 2340 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد بوده، ولی حقیقی ها امروز کمتر از روزهای قبل پول خارج کردن و فقط 48 میلیارد تومان پول خارج کردن. هنوز خروج پول ادامه داره متاسفانه. یکی از معضلات و مشکلات ما خروج پول حقیقی ها و پایین بودن ارزش معاملات خرد هستش که علاوه بر این که کندل ها سبز شده، اینها هم بایستی روندشون مثبت بشه و ارسام خدمتون معاملات خرد بالا بیاد و اونجا هم که ورودی پول حقیقی را داشته باشیم. خب موردی که مطرح میشه اینه که سیاست‌های کلان اقتصادی بایستی با این بسای حمایتی بورسی که الان ارائه میشه همراه باشه تا بتونیم به نتیجه خوب برسیم. یکی از این همراهی‌ها به اصطلاح سود اوراق قرضه و اوراق بانکی هستش که بایستی بالاخره به نوعی کنترل بشه، همچنین سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها بایستی به نوعی باشه که آسیبی به صنایع ما نرسه. در زمستان و تابستان این مشکلات برای برق و گاز به نوعی برطرف بشه. بحث های فشار مالیاتی بایستی اینها کمتر بشه برای شرکت هایی که واقعا دارن به اقتصاد به نوعی کمک میکنن، خدمت میکنن، و بحث سرمایه در گردش این شرکت ها بایستی مشکلاتش برطرف بشه. ببینید تمام اینها بایستی اصلاح بشه، یعنی بسته حمایتی که میرسه اگر که فقط اون بسته بیاد داخل بورس ما بشه، خب به صورت مقطعی مشکل حل میکنه. الان هم میبینیم که خب این اتفاق داره میفته دیگه، یعنی الان من همون روزی که این بسته تصویب شد دو روز پیش بهتون گفتم ما به صورت مقطعی انتظار این را داریم که برگردیم. حتی نشون دادم جایی که روی 1.2 میلیون حمایت شده بود دیروز که برگشتیم، این بار هم همین انتظار را داریم. ولی ما اگه که بخوایم
حداقل برای یکی دو سال تضمین بکنیم که این بورسمون با این چالش‌ها و مشکلات و اتفاقات مواجه نمیشه و بستر خوبی رو برای سرمایه گذاری مردم فراهم بکنیم، این هستش که بایستی اون قسمت‌های مختلف اقتصاد هم با بورس به نوعی هماهنگ عمل بکنن و بتونیم انشاءالله روزهای خوبی رو باز ببینیم برای بورس. امروز تتر توی کانال 33000 تومنه، 2300 تومن نسبت به دیروز بالاتر اومده. به دنبال اون میبینید که سکه هم بالای 15 میلیونه و 150 تومن هم حداقل نسبت به دیروز قیمت سکه بالاتر اومده. بیت کوین هم با توجه به اینکه قیمت جهانیش به 20700 رسیده و تتر هم یه مقدار بالاتر اومده، در آستانه 690 میلیون تومان قرار گرفته، 10-12 میلیون بالا اومده. اتریوم 53 میلیون و 800 تومان در این لحظه قیمتش هست. البته تا این لحظه فعلا قیمت دلار جهانی در بازار آسیا و اروپا کندلش سبز هست، ولی اون چیزی که من مشاهده کردم این بود که کندله خیلی آروم داره حرکت میکنه، به نوعی خیلی مردده تو همین بازارم که بازار آمریکا باز بشه و شاید مثل اینها دو سه تا کندل قرمز به جا بگذاره. بازار خیلی پرقدرت فعلا حرکت نکرده، ما روزهایی داشتیم مانند مثلا اینجا که حتی بازار پرقدرت حرکت کرده و قیمت دلار توی تایم آسیا و اروپا اینقدر اومده و بالا و بعدش با باز شدن بازار آمریکا اینقدر افت کرد. به خاطر همینه که الان خیلی با احتیاط داره جلو میره، چون هم اینجا این اتفاق افتاد و احتمال اینکه با باز شدن بازار آمریکا این مجددا قرمز بشه هم به نوعی وجود داره. حالا بعد صبر کنیم و ببینیم که برای بازار آمریکا چه اتفاقی میفته. در حال امروز کندل دوچکوین مجدداً سبز هستش بعد از اینکه یک روز قرمز را پشت سر گذاشت، نشوندنده اینه که یه مقداری اعتمادها داره به ارزهای دیجیتال هم مجدداً با بازگشت به نوعی پیروزمندانه ایلان ماسک به صحنه بالا میره. جام جهانی هم که داره نزدیک میشه، یه حرفی هم دم آقای رابرت کیوساکی زده بود و این بود که آقا اقتصاد آمریکا داره به سمت رکود پیش میره با این نرخ بهره‌ای که دارن میگذارن و طلا، نقره و بیت کوین را دریابید. دقیقا میشه گفتش یه صحبتی ما تقریبا دو سه روز پیش داشتیم و یه نوعی آقای رابرت کیوساکی هم اینا تایید کردن. منظورم اون ویدیو موقعیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در برخی بازار هستش که پیشنهاد میکنم ببینید. یه ویدیو هم دیروز براتون تهیه کردم که خب مسائل اقتصادی و اجتماعی به نوعی به هم گره خوردن و خب از منابع و رفرنس های مختلفی و صحبت های یکی از اساتید این ویدیو رو پیش بردیم چگونه اقتصاد ایران رو به گروگان گرفتن، که پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو هم اگر ندیدید تا الان مشاهده بکنید و فکر میکنم که مطالب خوبی توی این ویدیو گفته شد. الگو ساعتی هامون هم باز امروز امیدوار کننده هست، رافزا، پرداخت، سباق و تعاون، هفارس و مدیر، سیدکو، دارو، دسوبها، نیرو و توشه، تکومبا، کاوه و زملارت. باز هم بوش میاد که فردا شاخص کل هموزمون روند سعودی و مثبت خودش را بتونه در پیش بگیره. البته خب خیلی هم اومده پایین دیگه واقعا، هم حالا به قول معروف خیلی هم کار مثلا بزرگی انجام نمیده دیگه، وقتی که به اینجا رسیده این که بتونه بیاد بالا و حداقل تا این حد بیاد بالا، یعنی به مقاومت خودش برسه و یا تا این مقاومت هم بشکنه تا مقاومت بعدی خودش اینجا هم بیاد، خیلی چیزه بزرگی نیستش. ولی خب تو این شرایطی که فعلا اتفاقات داخلی و خارجی خیلی دارن تاثیرگذار میشن توی بورسمون، شاید یه مقداری این قضیه مهم جلوه کنه، وگرنه در شرایط عادی اصلا چیز مهمی نیست و بایستی همچین حرکتی رو داشته باشه حداقل تا اینجا را بیاد بالا، مخصوصا با این حمایتایی که داره میشه. بعد یعنی حقوقی دیگه قرار شده نفروشه وقتی که اون
نیفروشه، خب بالاخره این خیلی میتونه خودش ایجاد انگیزه بکنه برای حقیقی ها. خب کارگروهی رئیسی گفته باید تشکیل بشه برای جلوگیری از تصمیمات تورمزا در کشور. خب اینم در نام خودش جالبه، چون دولت خودش بیشترین تورم رو در کشور داره درست میکنه. و همین دیروز دیدید که حقوق‌ها برای کارمندان حداقل 1,000,000 تومان، برای بازنشستگان 900,000 تومان اضافه شد. خب این یعنی اولین پله تورم رو مجدداً گذاشتن در کشور، به خاطر اینکه قطعاً در ازای اون چیزی که به حقوق‌ها اضافه میکنند تولید ما افزایش پیدا نمیکنه، و با این نرخ وقتی تولید افزایش پیدا نکنه و یا حتی در برخی جاها منفی باشه، این باعث میشه که قیمت ها بالاتر بره. آقا جوونا وام ازدواج رو نمیگیرن و به جاش وام هاشون رو میفروشن. با فروش وام ازدواج 70 تا 90 میلیون دست عروس و داماد میاد، که خب در حال این هم خودش یه مورد جدیدی هستش. و جدیدی نیست، بخشید جدیدی نیست، همیشه وام فروشی تو این مملکت رواج داشته متاسفانه. و خب کسی که به وام نیاز داره باید بیاد بره وام یکی دیگه رو بخره، در حالی که من نمیدونم خب اگه کسی واقعا به وام نیاز داره بایستی یه جوری بالاخره اون نیازش برآورده بشه، و فعلا اینجوریه دیگه. قرار شده که یه سری خودرو وارد بکنن در محدوده 10,000 یوروی، یعنی چیز حدود 300 میلیون تومان. 12 تا شرکت فعلا آماده شدن که این خودروها از به اصطلاح کشورهای مختلف وارد بشه، که خب باید صبر کنیم ببینیم که آخر عاقبت این قضیه هم به کجا می انجامد. معاون وزیر راه گفته هنوز کسی از نهضت ملی مسکن حذف نشده. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته آقا با این دستور عملی که برای این واردات خودرو گفتیم که اون بالا دیم آقا در محدوده 10,000 یوروییه، خودروهای چینی فقط وارد خواهند شد و 7 شرکت که میخوان اقدام به واردات کنند هم اکنون خودرو چینی دارن مونتاژ میکنن. یعنی همینا که تو کشور دارن مونتاژ چینی ها رو انجام میدن، همینا میخوام برن حالا دیگه خودرو چینی رو بردارن بیارن با این دستورالعملی، که خب قطعا منافع خب برای برخی این را تجویز میکنه دیگه. برمیگرد و همون ویدیوی دیروزی که بهتون گفتم سعی کنید برید امروز که گفتم برید ببینید چگونه اقتصاد ایران رو به گروگان گرفتن، دقیقا برمیگرده همینجا. یعنی علت این خبر رو میخواییم بدینید چی هستش، باز اون ویدیو رو ببینید، دقیقا اتفاق اونجا میفته دیگه. خب اینجا جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که خدمتون گفتم، 1,000,000 تومان کارمندان، 900,000 تومان هم بازنشسته ها قرار شده که اتفاق بیفته برشون. این خبر نظر من خبر جالبی هستش. آذری جهرومی یعنی وزیر سابق ارتباطات گفته آقا الان که این اختلالات و قطعی اینترنت بین الملل به وجود اومده، حد اکثر 10% اون تبادلات اطلاعات رفته توی داخلی ها، 90%ش به داخلی ها سرازیر نشده، و در هر حال این قضیه باعث شده که کاهش درآمد 10,000 میلیارد تومانی را در اپراتورها شاهد باشیم، که خب این خودش اتفاق خوبی نیست برای اپراتورهای ما و همچنین برای اقتصاد ما. اقتصاد ما با این قضیه خیلی با مشکل مواجه خواهد شد و متاسفانه این را بهش اهمیت نمیدن. یه جای دیگه دیدم که گفته بود یکی از مسئولین که همون جوری که برای بانک ها اومدیم شبکه داخلی ایجاد کردیم، بیایم بریم برای اینترنت هم همون کار داخلی را انجام بدیم و یه جورایی اینترنت داخلی براش به وجود بیاد، که اصلا حرف خیلی چرت و پرتیه. یعنی اصلا چیزی که داخلی باشه که اسمش اینترنت نیست. اینترنت یعنی که مفهوم خودش اینه که جهانی باشی، اون که داخلیه یه شبکه میشه، یه شبکه داخلی که یا مثل اینترانت میشه. ما
متاسفانه این مسئولین ما هنوز فرق اینترنت و اینترانت و شبکه و این چیزها رو نمیدونن. یه اسم شنیدن فکر میکنن حالا هر کی بشینه پشت کامپیوتر مثلا واسه به یه جایی میشه اینترنت. نه قربونت برم، اینجوری نیست. اینترنت متفاوت هستش با اینترانت، متفاوت با شبکه. اگه بانک اومده از شبکه داخلی خودش داره استفاده میکنه، اون نیازش اینجوری برطرف میشه و باید هم اینجوری باشه، به خاطر اینکه اگر غیر از این کار بکنه احتمال هک و احتمال دیگه وجود داره. ولی فعال اقتصادی ما، فعال حالا علمی ما، اون کسی که داره حرکتی رو انجام میده، اون نمیتونه از یک شبکه داخلی استفاده بکنه. اون بایستی به اینترنت و منابع آزاد اطلاعات متصل باشه و شما نباید جلوی این قضیه رو بگیرید. غیر از اینکه خب بالاخره ضرر برای اپراتورهامون داره ایجاد میکنه و ببینیم که این محدودیت‌های شدید اتفاقی هم برای پلتفرم‌های داخلی آنچنان ایجاد نکرده. با توجه به اینکه حالا بالاخره این اطلاعیه هم اومد برای روبیکا که توی گوگل پلی دیروز زده شد، ریزش خیلی زیادی از اون طرف هم میشه گفت داشتیم در این پلتفرم. خب تشکر میکنیم از همه دوستانی برامون پیام میذارن، آقای حامد، MH76، آقای مصطفی، آقای فرهاد بر این باور هستن که قولهای علکی زیاد شده برای حمایت از بوز و وقتی عمل نشده دیگه این قضیه شبیه جوک شده. امیدواریم واقعا اینجوری نباشه دیگه و این مدار اعتمادسازی ها برگرده. باز آشنا گفتن که وعده سر خرمن دارن میدن. آیدی کامی معتقد هستن که شاخص یه بالای دیگه داره و تشکر از آقای محمود. آقای شهرام میگن این دفعه با دفعه پیش فرق داره، 1.200 میشکنه و میاد به سمت پایین. خب البته امروز به این صورت نبود و هنوز نمیشه چیزی رو قطعی گفت، به خاطر اینکه اوضاع شرایط مانند دفعه قبل نیست. ولی من فکر کنم که هر جورم که شده با چنگ و دندون بورس رو حفظش کنن. یعنی الان اگه دیگه بورس بخواد از این اوضاعش بدتر بشه، یه سری ناراضی دیگه هم اضافه میشه که خب این ناراضی هم اگه بیان بیرون دوباره مشکلات زیادی برای دولت ایجاد میکنه و همچنین یه جورایی حیثیتی هم هست. ببینید یه حیثیت کل دولت به اینه که اولین موردی که قول داده بود بورس بود دیگه. یعنی به هر شکلی که میخواد به اصطلاح دولت رئیسی میگه که ما این بورس رو باید حفظش کنیم که ما اولین قولی که دادیم حداقلش دیگه اینقدر خرابکاری توش نشده باشه. باز آقای شهرام میگن دوباره قول برای 1402 دادن، 43 ساله که با همین روش دارن جلو میرن، دارن برای سال دیگه قول میدن و سال دیگه هم که دوباره مشخص میشه چی میشه. تشکر از آقای امیر و همچنین آیدی ساجور جعفری که برای ما کامنت گذاشتن. منتظر کامنت ها و نظرات خوب شما عزیزان هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.